غیر موترک ما تو خراب کردی؟ نه ما خراب نکده، ما از دستم افتاد. خیلی چرا در وزیر تشت پتش کده بودی؟ ما که بگی موترکم کجاست بود؟ چه پتا میگیری؟ تیرتا مندازی؟ لوده دیوانه؟ مرا لوده دیوانه نکو، خودت لوده دیوانه چی مرا دو نده؟ حالا ما کدت کار دارم فهمیدی؟ موترک مرا پت میکنی؟ ما چقدر پشتازی دق شده بودم؟ حالا چوندی بکنه بود باز میفهمی گپ چیست؟ موترک مرا خراب کرد. ایواز که مایره بزنم گریان کنم، بدتر می مرا میزنه. چرا موترک زیر خراب کردی؟ چرا بچه؟ چرا گریان میگیری؟ خیرت هست؟ ها؟ مرا اینی زدی دی. کی؟ اینی بچه. بابا چه کلان آدم. آدم که زیر تو گبر کم گب بزنه؟ هم برقم یک رویا بیکنه؟ خاله موترکش چرا خراب کردی؟ ای تو بچه زبان درازی هستی که زبانت از قدت کده درازتر است. بسیار بد از برد کلان آدم آدم که زوشتو کمیت یک رویه میکنه. معلوم دار است که خودت از زوشتو از بچه ات که چشم گشت هستی. اول برو چشم بچه ات سر کن، بعد از او بیا پوزی چاره من از بوش سر کن. معلوم دار است که کته بچه در خانه چه قسم رویه میکنی که اینمه قدر بی‌تربیه است. بله در تربیه بیخی صفر هستی، صفر. ایواز از این که آمدی که مرا یاد بدی که کته بچه بی‌تربیه چه قسم گپ بزنم. بله برو یک ذره تربیه از بازار بخر. ما چیم که سیر چند است بای بای بخانه کو بخر، برای خودم برای بچه تان بگی. دیگه من نبینم که طرف دکان ما در بخورین ایشونا، دیگه دو نخوری که خدا رو چشم تو را میکشم از بچه تان. زبان است که برست بگنه. این خبرت کنیم فهمیدی؟ دیگه در دکان نمی، فقط که در کلی افغانستان تنها دکان توست. رفیقای خدا میگم که پای شده در دکانت نمانم، می فهمی یا نه؟ تنها خدا نه، باید ایران برات میگم دیگه پشتی باسکلیم نمی خواه، برای باسکلیم تاوید یک باسکلیم که تک تک تاویدی موضوع رو پنچر کرده بیاری، فهمیدی؟ برو باسکل خرازیت مبارک خودت باشه. بله امو باسکل خرازه و تو برو از اون میزی بیا بیا بچیم بیا یک بریم که اینا رو کدوم چیز دیگه میگم. برو دیگه برو جات خدای لا نگا کدوم چیز دیگه میگم. بابا چه صدق برو گفتیم که جنگی خلاص شد، بعد مرا خبر ده جنگ تلا گفتی که قریب لات خورده بده مگر چالاکی نمیکنه مرده که بسار تیز بود خیلی ده جنگ تلا نتال بم آقا. نه بیا دیگه آقا خبرت نکنم. او بچه بخی که نالو باز جنگ میکنین. ما خواخت اشتی کردیم، تو برو خانه که نالو کاکایم نبه. شما خوشتی هم نکدین، ناق جنگ شما میخیزه. انی؟ ما خوشتی کردیم خلاص شد. بله کاکا بله شما رو به ما چید سیده پیش زد کامیزه. در بگیری اسد قلبل شوی برقاب نیست که پکره چلاب کنیم. آتش شدیم اسد، خودت رو در گرفتی ما رو در دادی. چقدر گرمیست. بیا بفرمایید بیا مدیر صاحب تشریفتان کشال است، اجازت بیا. آه بفرمایید بیا مدیر صاحب. سلام علیکم. سلام خوب هستی جان جور؟ چطور که تو جور موندی؟ چرا خوب معلوم نمیشه؟ اسد قلبل شوی، اسد قلبل شوی که ما را خود درد دادی. میگم اسد روزی خوبی نبینی. مدیر صاحب بال مدیر هم هستن، حال چرا قطعی مراجعین توهین میکنه مدیر صاحب؟ با کی؟ با ما. مگه ما چی گفتیم؟ مای اسد در بگیری، مای اسد لمبه شوی، مای اسد در گرفتی که برا در دادی. در پیش روی خودم مرا توهین میکنی مدیر صاحب. حالا ما یک امضا تلبیسته بودم.
یک امضا گفتم این کار شخصی تم نیست، کار ماست، یک امضا گفته بودم. مدیر صاحب تو مرا توهین میکنی. خو نام خودت اسد است بی بی. منظور من نه از خودت است، نه از نامت و نه از مای اسد. منظور ما، شکایت ما، شکوی ما از هوای گرم است و غافل. کلمی نادانی تو هم در میگیری. از ما بتر قلقل شوی. مدیر صاحب دیگه بهانه نکنین. مرا ورق ما بده، ما میرم در یک شعبه دیگه. در این گل صبح سام ما را خراب کردی مدیر صاحب. اعلان کاریابی به یک تن استاد در بخش تدریس زبان انگلیسی که فارغ از صنف 12 یا لسانس باشه و زبان انگلیسی را کنکریتی بلد باشه عاجل نیاز داریم. آدرس کلولا پشته کوچه سوم خانه نمبر 18. چقدر خوب دیگه، اینم من لسانس هستم، چانس ما زیادتر است. و دیگه گفته که به استادم زود نیاز دارن، عاجل. و دیگه زبان انگلیسی رو خیلی کنکریتی بلد هستم دیگه. به یک چکر میرم درخواست میتم، میشه که قبول شوم. به یک چکر میرم. بفرماین. اجازه است مدیر صاحب؟ بفرماین. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. به دفتر کورس انگلیسی کنکریتی خوش آمدین. مدیر صاحب خوب هستین؟ ساعت دارین انشالله. ما به خاطرم اعلان کاریابی آمده بودم، گفته بودین که به یک استاد در بخش تدریس زبان انگلیسی ضرورت دارین. بله بفرمایین. از صحبت های بیجا خودداری کنین، فقط در مورد خودتان معلومات بدین. درست است، درست است. ما خود مدت 7 سال میشه که انگلیسی خواندیم و البته کنکریتی خواندیم، اون هم قسمی که خودتان میخواین. یعنی یک دفعه، یک ماه، یک بار 3 ماه، یک بار 5 ماه، یک بار 8 ماه، یک بار 10 ماه که به این قسم 7 سال میشه. و خوشبختانه که این استادای ما پیش ماست، یعنی میتونین که ببینین. درست است، اینا مهم نیست، فقط از تجربه کاری دان بگوین که تجربه کاری دارین و کجا. تجربه کاری؟ بله. مگم شما خود و اعلان از تجربه کاری چیز یاد نکده بودین؟ بله درست است. وقتی که در دفتر کار میگیرین، اول از تجربه کاری دان پرسان میشه. اینال شما باید حداقل 4 سال تجربه کاری داشته باشین. شما بگوین که تجربه کاری دارین یا ندارین. درست است، من تجربه کاریان دارم. دمی البته من نمی درس به خاطر کار کردن خوندیم. نمی جریان 7 سال که من به خاطر درس خواندن میرفتم، علاوه به درس من به توجه شیوه تدریس استادم بودم. دیگر را میاندم صرف به خاطر از اینکه همی درس استاد بگیرن، ولی من هم درس استاد میگرفتم هم شیوه درس استاد که در کل با یک تیر دو نشان میزدم. شما اشتباه درک کردید. وقتی که شما 7 سال درس خواندین، بعد از او باید شما 4 سال درس بتین. منظورم از تجربه کاری ای است. مدیر صاحب، مگه من قسم میشه امکان داره من 7 سال درس بخونم 4 سالم تجربه کاری بگیرم؟ یخ امکان نداره برادر. ببخشید مدیر صاحب، حالا اگه شما با من کار نتین، من تجربه کاری از کجا کنم؟ تجربه کاری از کجا شوه؟ از هوا خونمه. از این بیادر گفتن تا معلوم بشه که شما تجربه کاری ندارین. بفرمایید. تجربه کاری نداره اومده که کار بر ما بتین. کار مفت است. فال بینم، فال میبینم، آل و احوال میبینم. خوب را بد میسازم، بد را خوب میسازم. قیل و قال های زندگی با پول و مال میبینم. باش که نفر بخوایم. بیا دیگه، بیا دیگه. بیا بیا. آقا فال بین بایسکل ما میجا استاد کنم. بایسکل از خودت فالت میبینم، بایسکلت نگهبانی میگیرم از پیش. بخیلیت بخیلیت، این آوردم که اوجه پنچر نکنم. بخیلی خواهد.
بخل بد نیتی خواهد بانش هم اوجه بانه مو من تا جاییش میگیرم تا جاییش میگیرم فالمیز چرا؟ چرا؟ نکو گریان که باز مرام گریان میگیره چی گفه؟ سلام علیکم خوب هستی؟ و علیکم خوب هستی؟ جان اینه خب تو باید جا بدی اینه تو باید جا بدی که چرا چی گفه هست خوب هستی؟ میگمت میگمتی تو یک همسایه بخیل دارم فالبین صاحب برات بگوی منه خوب این رقم یک همسایه بخیل دارم که هیچ پرسان نکو وی هیچ پرسان نکو فالبین صاحب خیلی روزگارت لق هست دیگه ما برات بگویم هیچ تو پرسان نکو ما خودم میگم برات هیچ من پرسان نمی کنم اینه من چوب تو بگو آه فالبین صاحب یک همسایه بخیل داره منه که من یک روز قابلی پخته کنم منه آه یک روز قابلی به گوشت پخته کنم اونه بو قابلی رو به صبح تانه داده خیلی روزگارتان بیخی لق و پق شده آه بقیه سه سال بعد چهار سال بعد به زن اولادای خود یک جوره کالای نو کنم منه اونه بو صبح تانه داده قطعی گپای قچی کدن قطعی گپ خود قچی میکنه کالای بارا قطعی گپ خود قچی کدن کالا قچی کدن قچی کدن در جان ما توتا میکنه قطعی گپای خود خط از این همسایه تو بسیار مشکل زن که خودش که یک کالا جور میکنه نه از این که میره زن زین خدا قیر میزنه زین خدا خب قیر چر میکنه خودش که میزنه کالای مردار میشه الله بازورم سر تو میکنه سر من میکنه نه خط از اینال تو یک سایک فالبین صاحب که من دو سال خط از این قرارداد دارم در این خانه پیسه تان پیشش بنده پیسه رو گرفته حالا چی دو کنم تو یک زایی که من میبرایم از این خانه یا این میبرایم من میبرایم خیر ور خطا نشو ما هستو بیخی خاطر جمع باشه نه ما جمع چیه فالبین صاحب بسیار بد است این همسایه بسیار برای شما بد است کی بد است زمین نزدیکی زمین همین همسایه زمین نزدیکی ها یک کشیدگی بسیار کلان بینتان پیدا میشه که هیچ نمیتونین او کشیدگی رو پاک کنین یکی او خلاص براتون بگه باید هر قسمی که میشه به هر قسمی میشه به هر ترتیبی که میشه باید مسائل این کشیدگی را باید شما رفع کنید چی تو خود تو بگو فالبین صاحب از همه خاطر پیش تو آمده پیش ما خواه آمدی من تو من این کشیدگی را من نمیگم این فال میگم این کشیدگی را که من پاک کنم من جور کنم مصرف داره پاک میشه هرچی که باشه پاک میشه مرا قربانه کتیم فال بس پاک ما پیسه میتومد احساساتی نشو احساساتی چند بسومد چند بسومد برو 2000 بتی خیره 3000 3000 یک دو سه هزار که میتی دیگه مام کارتا دولا میسازم اینه فقط ما برات یک دولا تاویز میتم اینه می تاویزه فقط یک پوش میکنی دمی طرف راست بدل در جیبت میمونی ما فقط اینم امشو کمی بری یک همسایه تغییر میکنه این تو تغییر میکنه تغییر میکنه 180 درجه خیلی مرا مبرم برو بخیر بخیر بری از بایسیکلت پیسه ندادی از بایسیکل مایده ندارم باز دیگر روز میتومت فالبین صاحب خب برو یکنی یک هزار اضافه دادی گوشه برو فالبین صاحب من رفتم که اوشکو که از خوشی چپه نشه بایسیکلت برو خداحافظ الاصلت فال میبینم فالو احوال میبینم ماشیم خیرات خوب باش ها؟ تو نان میخوری فقط اون نان دامورت ندیده باشی بهش قابل تو گرفتی فقط از پیش فرار میکنه این کوکای چی میگم ایدیشته؟ دلو ایل آمده پدر بیا نان تا بخون مقصد دسترخوان نفر آخر جمع میکنه مقصد گفته باشم او بچه بشر یک کیلو واره بشر ولی چرا بشرم خوک هر کس که آخر خلاص کرد دسترخوان همو جمع میکنه این گپ خو من نکشیدم از من خو نیست
این همی گپ گپ جهانی است. شکر به خاطر چی؟ شکر به خاطر ازی که نان تتیسیس خوردی؟ یا شکر به خاطر ازی که از کلی گرد زود خلاص کردی؟ شکر به خاطر ازی که از کلی گرد زود خلاص کردی پشتر شدی؟ حالا من صدا کنم، همسایه را صدا کنم که بعد سرخانه جمع بکنن؟ شما جمع نمی کنین؟ دیکھو قانون است. قانون است؟ تو با پدر برام رئیسم زنگ زده بشارم در باری جلسه معلومات میتر مدرگاه اتاق برم گرب بزنم سیست بس میم رفیقایش به خاطر دسترخانه جمع نکنن رفیقایش رئیس شد او بدر حالا همسایه را صدا کنیم که دسترخانه جمع کنن؟ آقا قانون است، همین قانون است که هر که آخر خلاص کرد دسترخانه همو جمع میکنن. ما اول خلاص کردم اونو بچه که آخر خلاص کرد اونو گریخ قانون؟ حالا ما قانون رو برات بشام میتونم. خب قانون چی هست؟ پاشو بیدار که کرده نمان نمان قانون بیدار تو من مداخله نکن نکن مداخله بیدار نه نکنی نمانی که برات بیدار مداخله نکن خلاص هموطنان عزیز و دوست داشتنی سلام با گزارش آب و خاک امشب ما خوش آمدین. موضوع گزارش امشب ما به ارتباط موترسیکل دوانا یا ترکتور دوانا هست، به خصوص در شبای عروسی در نزدیکی اوتلای عروسی. بعد از اینکه موتر عروس شاه مبرایه از اوتل مبرایه دیگه باز اینمی موترسیکل دوانا هستن و به اصطلاح موترسیکل دوانی. جاهل دشانه جاهل، احمق دشانه بیگفت. بعضی وقتا چهار منزله میشن، پنج منزله میشن، ایران میمانی که یا چی رقم انسان ها، چی رقم آدم هاست. از همو پخته بگفت ها دیگه. دیگه شو تاسو و نمیگن که اشتوک میترسه، مردم مریض داره، برای مردم مزاحمت میشه، اینمی کار غلط است. نه گپ خورده میفهمن، نه گپ ترافیک میگیرن، نه گپ کلان میگیرن، نه گپ وظیفه دار میگیرن. هیچ هیچ فقط بوی شغالای سر خود شو تاسو بده میره قمان واز ایت افتخار که فکر میکنی که بیترین کار دهی وقت شوی نمی آمه کنن، بیترین کار دهی نیمی شوی نمی آمه کنن، بیترین نفرا دهی نیمی شو اینمی هست که در سر موترسیکل استاد هستن جایلانه کوچه و سرک گز و پل میکنن گز و پل تا که لاش از اینا در شفاخانه نرفته اینا اینمی کار خود ادامه میدن. شو تا صبح اینمی کار هست در معلوم اصلا آدم ایران میمونه که اینا پرسانگر دارن، اینا مربوط کدام فامیل هستن، یعنی اینا کلان دارن یعنی سزگه تشکری قلمان یخشی بلسیز ساق بلسیز تاسی پاپاک الله سپارو الله مو بلشه. خب مزه دار بود؟ خوردیشه؟ ها سعیز کجا با نمیشه؟ چرا؟ گلاس ها؟ بگی در فرق سر ما بان در فرق سر دخ نمیشه خب نمیشه دیگه او بچه خود چی بگی؟ مره تو چه کنیم خلیفه؟ چی کنی او بچه؟ پر تو در داخل جوی؟ شارواله نمیمینه؟ آل شارواله فقط در سر شانیت هست، در فرق سرت هست، تو عجب آدم هستی؟ نه چیز نیست نه تو بیا، بیا اینجا بیا کار آسان میساز. خب بیا سوپی گرم، تخمدار مرغدار فیل مرغدار سوپی گرم مایچه دار گنده نداره پیاز داره پالک داره گنده نه زیره شوشته بوده کی؟ همه ولی از با پیسان میتینی گنده نداره ولی خو یک دو نال هل تو از که هسته نباشه استاد جان خوب است خوب است پالوان بچه چه گیلو چه خوردی آلی باز کم این گیلو منتظر دو میشه سلام علیکم برو که بخ اخی کم تو دیگر میکنم علیکم سلام خوب است رو بخیر سب خوب بچه پیسی تو دادی؟ استاد جان پیسی تو دادی؟ مرا پیسی چه بکش؟ چه بگی؟ نداره بچه چه که رفیقای تا سکو نداره یا آقای تا چه رفیق هست؟ رفیق آقای ما شش گیلو سه خورده رو پیسه نداره رفیق آقای ما استاد جان خب برو استاد جان خسته نباشی خسته نباشی خوب است بخیر سر خوب است بگو اما تو یک گیلاس
سوپ تایت و مزدار با ما جور بده. تخم دار یا بی تخم؟ همین که هر شایی فرد سرش دگه. مرغ دار یا؟ کل چی هر چی که داری؟ بیل مرغ داشته باشه. پرتو، مرچان پرتو، سرکان پرتو. پرتو. بازم یه هر چیز پرتو. بیار. بسیار گشنه شده. بگه دیگه خلیفه. استاد اونو چیزی هم قزم پشه وانه. پشه چی یا بچه تو پشه. جور شد استاد. گندش که واجه پا گندش کست سر چر خورد افتید. مرغ بده مرغ بده گندش کن مرغ. از مرغ گندش کن. خیر یک چیز هم خوشت کن. چی؟ خوشت. خوشت پتیشه. بابا چه شاگرد خوشت پتیشه. اینه خوشت اینه خلیفه. خودم بگیرم. بگه از اموجه. پالوان از این پشید بارد تیتر علی لای ما بارد دیگه نه. هیچ موی رفتنی نیست خلیفه. اوه مزاداره. با با اینا چه کسو پخته کردی؟ با با بخو بخو سوپا تو یک قاشق دیگه بخو. طرز تهیه زیر بالمان بگو. نمیشه ددان ازی پخته کردم نمیشه ددان خود اوپه که در زندگی یخ نکنم اوپه اوپه. استاد جان آه امی ترکاری و مرغ یای زیر خوششته بودی دلم جمع باشه دیگه. او بیا در نه نه کدی در پا کدی در پیج قدر بیا در غال مغال میکنی قدر دوام میکنی ای قصر ما سر کدی در در پی اول مزه میداد اول مزه میداد دل ما گرفت مزه میداد یک لیتر پا در پا داده بودی. برو دیگه برو دمرا خورده نیست که من شاگرد امیر از دور که کنال بازار ما رو خراب نمید. برو برو در پیتا باز خود. برو 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 مزه دی تا برو دل ما درد گرفت. برو بودا ایش کدی راب خلیفه زنه او بداره سه چهار تا سفروش هم تو گپ بین ما تو باشه این قدر یا پاکور است این قدر پاکور است فقط بگی یا اطلاع جور شده نه خلیفه یک کس آمده بود که من کچالوی تان دیر مانده است خب نکو تو رو میگم که وقت بیاد دو کار وقت بیا که در کل کار برسی اونم این حال اینالو سوپالا اگه اون سوپالا چقدر پاک و سطره است چقدر پاک و سطره است فقط بگی که از اطلاع جور شده تو هم صبح کی وقت بیخ اینه که من مردم سر مغال مغال میکنه نه سعید خلیفه وقت نه سعید خلیفه این سه کشور تا جنگ نکنه که خلیفه جنگ نکو برو سه که یک نفر نیست جنگ نکو میان سلام و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان ما با پایخانه امشب ما خوش آمدین. قصه یا موضوع پایخانه امشب ما به ارتباط اکسیژن یا هوای خوب در قدیم یا در کابل قدیم. بله بله همی خورده ما با بزرگان ما قصه میکنم بله. میگه در بله. قدیم ها اینقدر هوا پاک بود و اینقدر شوش های مردم قوی بود که همی تایر ترکتور ها که در شوش پمپ میکنن و این زاغا اینقدر سفید بودن مثل کفتر ور سفید بودن و این زغال زغال در قدیم ها از دست هوای پاک اینقدر سفید بوده که ایواز چاکلیت و چیزا مردم از زغال استفاده میکردن در چای آلواره نبود باز همین زمستان خود میبینی که چقدر هوا خراب میشه از دست بیتیاتی وی گپا و دیگه ای که مثلا در قدیم ها دست که هوا پاک بوده مثلا یک نفر در سال یک دفعه که سلفا میکرد این از قریه بکشیدن بکشیدن که جنداره جنداره ای دیگه از بابا و بابا کلان ما نواسی شوی همه خاله بوبوش قصه میکد میگفت در قدیم کمی میوه میرسید میوه پخته میشد کمی بوی میکدی بوی اکسیژن میداد کمی میخوردی ذائقه اکسیژن میداد کمی هوا خود اکسیژن بسیار خوب بابا میبرامدی کمی برامدی اکسیژن بود اکسیژن شای تازه میشد دیگه میگفتن همون قدیما میگفتن که آب و هوا از این طریق تشخیص میشد و خوب بود بسیار اکسیژن سیک بوری زمانی سودا میشد کلوی صد رپد دو صد سودا میشد گپت بیخی دقیق 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 بیخی گپت دقیق است میگن که در مسابقه مردم هلیکوپتر و طیاره را نمیشناختن بازم بی خارجی ها چی میکردن؟ دمی طیاره و هلیکوپتر میشیدن در فضای کابل میامدن در فضای کابل که آمده بودن باز کت خود بالون های کلان کلانه میاردن بسیار کلان کلانه با دمی فضای کابل که میرسیده بودن باز اکسیژن فضای کابل ها اما تو کارش چی میکردن؟ کش میکردن کش میکردن کش میکردن و ایره که وقتی که کش کرده بودن با دیره میبردن در شفاخانه خود اکسیژن شفاخانه خود از اینمی تامین میکرد اینه اونو گب باعث شده که حال هوای کابل خراب شده
یعنی هوای بسیار شفاف و خوب و گوارا داشت کابل. با اجازه شما بابا کلانم از زبان بابا کلان داماد خسرو آقای شنیده بود و قسم میکنم که در دورانهای سابق در زمان فلانه شا چند نفر از خارجی ها از خارج آمده بودند در داخل کابل و میخواستند که سر آب و هوای کابل یک قرارداد امضا کنند. این قرارداد از این قرار بود که میخواستند امی آسمان کابل زنده پوش کنند، برش سقف ایجاد کنند بسازند و از طریق این سقف یک نل بکشند به طرف کشورهای خود و می اکسیژن کابل مثل نفت و گاز و تیل آل خریداری کنند. مگم ایجا شای اجازه نداد، نماند که اکسیژن کابل دوباره به خود استفاده کنند. خوب که یعنی ببینین که اکسیژن کابل قدیم او وقت چقدر ارزش داشت و از لحاظ ارزش که نفت و گاز و تیل آل کلمه زد بخی گفتون دقیقا. دوستو عزیز تشکر، تا هفته آینده که باز هم در خدمتتان قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و بینیاد میسپاریم. شبتان خوش، شبان بخیر، خداحافظ. خداحافظ و ناصرتان. سلام، خوش آمدین بیندای عزیز با میز چارکنج امشب ما. با امید سعدمندی همتان از یک عمر کار و جانکنی در یک کارخانه تا منفک شدن بیخبر آن با ملامتی صاحب کارخانه. برای بحث بیشتر دو مهمان محترم با خود داریم، جناب کارمند با وفا و جناب صاحب کار بی وفا. خوش آمدین. خوش باشید. خیلی شما شروع میکنیم جناب کارمند با وفا. فکر میکنم که زیاد دلتان پر است. ببینین انظام اینه تو مردم بی احساس وجود دارن که پیش از اینکه کت غریب مشوره کنن، کت از او گپ بزنن، میفهمین بیکالی میگیرن، او را منفق میکنن، او هم در این تو یک شرایطی که نه کار است و نه بار است و نه زندگی است که در دانم هم مگرس خانه کنم. یعنی شما را بیخبر منفق کردن از کار؟ بله، بله. فکر میکنن که کدام خبر خوش بوده در دقیقه 90 مرا متعجب ساختن. من میگم چطور قسم قواریتون دود کشیده؟ میشه که جزیات بیشتر بدین؟ بیادر گپ از این قرار است که یک روز رفتم سر کار. کار خود کدام کارم که خلاص شد از کار، یک روز رفتم خانه. آل سبا صبح میایم که در سر میزم دیگه کس استاده است. دیگه کس هست. برش گفتم که بیادر جان خیر ببینی، خداوند اجر نصیبت کنه. این ما آمدم تا بال زحمت کشیدی، خودت برو، من دیگه این آمدم کار خودم شروع میکنم. دیدم که بی‌تفاوت یک قسم، همین گوشم جرنگ است کرد. گفتم برم گفت که چیسا بیادر جان ما در اینجا تعیین بست شدیم و نه آمدیم. او رفتم پیش رئیس. پیش رئیس رفتیم. گفتم رئیس ما را در کجا تعیین بست کردیم؟ ما در کجا کار کنم؟ میفهمین برام چی گفت؟ چی گفت؟ گفتم منفق هستی. منفق هستی. گفتم ما چی گناهیم، چی خطاییم، چی کدیم، چی کدام کار از دست ما سر زده که شما مرا میگن منفق هستی؟ گفتم منفق هستی. در بگیره این تو منفقی که مرا چرا پیش از پیش خبر نکدن؟ مرا خبر میکدن که من یک جای دیگه کار پیدا میکدم. امی دینروز ما یک کار جواب دادم، گفتم ما کار دارم. خب از شما میشنویم صاحب کار بی وفا، چطور تانستین یک کار در حق کارمند با وفایتان انجام بدین؟ تشکر، تشکر. سلام خدمت شما، خدمت بینده. همین بلندتر. ما به صفت یک شرکت، به صفت رئیس یک شرکت بود خدمتتان عرض بکنم که شرکت ما یک شرکت بسیار جذباتی هست. یکی از دلایلی که کارمندای شرکت ما دست که کمر ندارن این است که ما وار بیخبر منفک میکنیم. و گپ دیگه ای که نمیگذاریم یک مامور 4 سال 5 سال در یک چوکی بانه، چرا که دست که کمر پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه، گردایش تکلیف پیدا میکنه. یک و گپ دیگه ای که ما بی خبر یک کارمند منفک میکنیم، هدف ما دلسوزی است، چرا که در شرکت ما وقتی که یک کارمند نو جذب میشن از خوشی مثلا سکته قلبی میکنن، از خوشی خودشون سکته قلبی میکنن، فهمیدی؟ و بی خبر اگر با خبر منفکشان کنیم، اگر با خبر منفکشان بکنیم، اینا دفتن گردایشان اسفالیتشان استاد میشن، اینا استاد میمانن. ما چند کارمند گفتیم که تو سبان منفک هستی، اینا به تو استاد مان. حال ما دیگه فقط به صفت کودبان از استفاده میکنیم، چرا نه خانه میره نه سر چوکی میشن، اونجا استاد هست.
دیگه از او خاطر اینا را ما بخبر از روی برادری با پاس ازی که چند وقت در دمی شعبه ما کار کردن اینا را گفتیم باش دیگه خدمت خود کردن نمیتونیم بیا که میار بخبر بی خبر بن فکر شون که امروز آیات است بله حال بی آیات است د پلی مستاد است هیچ چیز نشده ایره ببخشید مرا چرا بن فکر کردین 26 سال کتتان کار کردم بسیار در سوزانه و صادقانه اونم به ماش بسیار کم مرا چرا بن فکر کردین ببینین هر رئیس از خود یک رئیس دیگه داره داره دیگه اینم تو بیادر ما به جای از یو خسروپوری ما آوردم به جایش مقرر کردم بخاطر که رئیس خانه خبر خفه نشنه بگی تس اگر ما اینمی خسروپوری ما در جای از اینمی آوردم رئیس خانه مرا منفک کرده بود خب بخاطر از او گرد از ریاست من منفک شده بود گپ گرفتی اونی آنه از او خاطر اینا خودشان باید بفهمن باید منطق داشته باشن مگه منطق ندارن در منطقه برن فکر کنن که کی ملامت است جوابای خیلی منطقی دادن اینا خب بیرین دای عزیز گپ رئیس گپ از دگر دست ما شما چیز کار ساخته نیست ای بود میز چارکن جیم شب ما تا برنامه بعد خدا یارتو خدا حافظ اولاف یه چقدر سخت است خدا بزنه تا برو دیگه درس ها دمغز برو برو دیگه درس دمغز برو 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 دیگه ذهنم برو برو دیگه تو راستن دایرکت در ذهنم برو یه هوا چقدر گرم است برو بشه آقا را گل کنم که هوای اتاق سرد شود حالا چشمای من خوشه و بین نداره افغانستان داره 34 ولایت از بسیار قشنگ و زیباست حدود در به افغانستان کشورهای افغانستان پاکستان ایران تاجیکستان ازبکستان پاکستان می باشد آب و هوای بسیار خوب داره افغانستان چند ساعت 12 بجه است 12 بجه شب است صبح باید وقت بیدار شوم 6 بجه امتحان است تالی یک سفر هم حفظ نکردیم چطور شد؟ که چقدر سخت بود ما چطور در روزمره متوجه نشدم که چقدر سخت و مشکل است الله این دیگ بخارم خیلی به دردم نمیخورم چند ساعت است یک سفر دست نرم نمیتونه میشه با این قدر شو خمشه و میخوانم بازدگیش صبح میخوانم میخوانمش افغانستان داره 34 ولایت از کوههای بسیار طبیعی مقبول دارد آب و هوای بسیار خوب دارد ذخایر معدنهای بسیار گرانبها قیمتی دارد پاکستان ازبکستان ترکمنستان تاجیکستان ایران پاکستان ازبکستان، ترکمنستان، آب و هوای بسیار خوب در افغانستان صبح شده صبح شده ما خواهید صحیح درس نخوندم خدایا چطور کنم خدایا خدا کمک کن اگه دست خودت از کم دل بچیم اول روزت از این بطر بگی بخوین اوله چی شده درس خوندنهایید؟ چی شده به حافظه طلاعید؟ اینی هم از فوتبال رفتنهایید از چکر رفتنهایید از گیم زدنهایید امروز کلش از این تخ بود چشمت مبرایه کنیم این اوله نقل بزنم نقل میزنم حالا زودتر کجا رو من نقل بزنم یک کوت است نمیشه کل کتاب ها من عقل بزنم براد من پردلشان خوانده و نقل آوردن تا جایی که میبینم و هم درس نخوانده یا خدای نشر مونی موره خدای چطور کنم امسایه گل از جان
ما کدی خوشی خالق گپ میزدم. دیدم متوجه آه. بیادر صحبت قطع کردم تو دروازه را تق تق کردی گفتم مشکل تا بیتی برای نیم ساعت آه. مقصد فقط باشه که یک ساعت پیش از پیش مشکل ساز آورده ایم که ایره پاکاری کرده این از زینش جور کرده بیادر اینه بیبی صرف سویچ کل گپای چالان زنجیرش ببینی اه سک سکه اه مکمل فعال است دیگه سکه از خیره امیر چند دقیقه بود میری؟ فقط یک ساعت بود نیم یک ساعت بود نیم برو یک ساعت بود نبیا یک ساعت و بیست دقیقه بود بیا سیست سیکو یک ساعت و سی دقیقه بود بیا زنده بشه مقصد بیاریش سیکو یک ساعت و چل دقیقه بود بیا بیخی خودت جا مقصد بیاریش باش که در روزدانه باش که من گردم کاری بیکنم سیکو یک ساعت و پینجا دقیقه بود بیاری منم بیاری خب میارم خداحافظ که در وقت من کم سیسته سیکو یک ساعت و شصت دقیقه بود بیاری مقصد بیاری خداحافظ بوری 170 دقیقه بود بیار اونتا ایدر اگه در مشکل متوجه باشی که نه پاک کاری کردیم ها کی هست آمد سلام علیکم السلام علیکم ساعت شما خوب هستین ساعت شما خوب هستین اینه بده جان این بایسیکل که تان آوردم گفتم که زیاد ببخشی که من دین روز تو طرف شو شکبی؟ دین روز دمو خانه خالیم شون رفتم دیگه من نتانستم دفتن پس برو بیارم یک ساعت بعد گفته بودم بسیار زیاد ببخشی که تار دادم که کلپلا پخته کده بودن من قرار قید کردم کلپلا و خب میفهمی که روش یک ذره نازک است دیگه زیاد ببخشی کلپلا و چی بیتی؟ او برادر او برادر امروز که تو رو بایسکل دادم من جای رفتنی بودم و سفر رفتنی بودم بسیار زیاد ببخشی یک ساعت بعد بیا خیر است یک ساعت بعد بیا تو بیخی گم شدی ببخشی تلفونی تام گم کردی او قربان شو همسر داری تلفون اونجا کار نمیته خانه چی کردی زینشه؟ زینش او بدر یک جای استاد شدم که آمدم که زین مین نیست اینه میانه میفهم اینی چی قرار شکل بایسکل آوردیم اینه چی رقم کردی؟ اینه منم بفهم اینه تو شد او برادری بره که هاشم خرا اینی رو مایده کردی والا اونم بچه های از او یک ذره زنجیری چی کردی؟ زنجیرت خسارم سگ داره سگ خدا قطع از او بسته کرد کجا زنجیری باش که مثلا چی بسته کرد خسارم آفرین آفرین به یه همسایه داری او برادر اگر یک چیز نتیم نی بدعا میکنین گلگی میکنین یعنی هر کسی که ببینین میگی خدا یه همسایه ما گم کنم به خاطر چی؟ به خاطر اینه که اینال ما اگر بگویم که بیادر اگر من بگویم چی بگویم تره چی بگویم تره بشکر ما مرخم برده بودی؟ بیادر چند روز پیشتر شما هم زنبیل بردین آوردین هیچ نه تایر داشت نه هیچ بیادر اونمو اصلا میگه مال مردم نه بوته گندم فکرت هست؟ اینه بیادر جان این بایسکلت بسیار گپ مال مردم بوته گندم فقط غلبیر که ها بگی بیادر جان بایسکلت که بگی من میرم کار دارم تو خب بیکار هستی من کار میرم کارم داری من بیکار هستم من بیکار شدم تو کار دارم بیادر جان برو بیادر دیگه نبیه مقصد خفخم خفخم نشدی گوش شما هم پشت زنبیل دیگه نبیه برو بیادر زنبیل بردید کشید تکه تکه کدی پاس جاوید او جاوید سعی کسید دل آدم از این همسایه داری بات میکنم جاوید الو گراسیز درو با اخباری ساعت خوش آمدین علامه های ترافیکی رنگ خدا گم کده از آفتاب زدگی گای نابلد رای خدا گم میکنه گای آدم بدکار و جنگی دوست عزیز سلام به اخباری ساعت خوش آمدین موضوع اخباری ساعت ما سر آفتاب زدگی علامه یا نشانه های ترافیکی هست با وقت که وقتی که در بسیاری جای بخصوص از مناطق دوردست که میبینی دیگه خود اون ملوگک مونده و دیگه نه رنگش هست نه معنایش هست نه اشارهش هست نه وظیفهش هست هیچ چیزش نیست برای بحث بیشتر جناب یک تن از دریورای راگم یا دریورای صدمه دیده که چند روز بیچاره در کدام جر تیر کرده که موترش در استودیوی و اخبار کرده خود داریم دیگه گرچه خوش نامدین بازم بر رسم عادت
میگم خوش آمدین شما. نه نه ما بسیار خوش آمدیم. البته به خاطر خوش هستم که ما ایج هستم. ها بسیار خوب. این اصلا یک دست خوشی زا سلام دادن یادم رفت. خوب. سلام به خودتان و تمام بینندگان. بسیار خوب بسیار خوب. این دستتون از کجا میده کدین؟ او دستتون از کجا میده کدین؟ پیشونیتون از کجا میده کدین؟ والا بیادر گل اگر حقیقت پرسان کنید حادثه که هست سر آدمو نمیه. این آدم هاست که میرن طرف حادثه. پس ما از این قرار است که ما چند نفر از اندیوالا، چهار نفر از اندیوالا یک جایی شدیم. گفتیم یک طرف میریم چکر میله. بیرون از مرکز؟ بیرون از مرکز شهر. خب. خب یادر گل همی موتر گرفتیم رفتیم طرف یک ولایت. خب. داخل یک ولایت میشیم که نه مرا را بلد هستم و نه چند نفر اندیوالای دیگه. دیگه از این پرسان که از او پرسان که از او پرسان از لبا پرسان نکده از لبایی که ده اوجه نست پس نبود دیگه نبود خواه از مردم پرسان کردیم بالاخره در قسمت جای رسیدیم که یک سرک است بیرم تو ترو رفته بسیار خامه است همون فلم های هالیوودی آره خواه دمی کنج سرک یک دونه لبا بود خواه بیرم تو سه کنجه بود رنگش هم سفید دمی قسمت زیرش یک نقطگگ بود خو ما گفتیم خیر من اینا می راه درست است دیگه خیر نمی لاوا نمی نشان میدم ما اولین بار بود که یک لاوا را دیده بودم خب بعدن دیولا کو بیاد می سرک میریم توکل به خدا میشه که می راه درست باشه خب بیادر سرعت گرفتیم موترم خوب تیز است دیگه دیگه من پیش میری که یاد دفعه دم یک چقوری مفتیم خب خوب شد که در چقوری اول افتادیم کو 2 متر بود اگه در چقوری 2 مفتادیم اول ما وان دیولا کل مو در دوزخ بودیم کدام یک چقری بیادر گل افتادم مفهمیدم کولا ویل که مود از کنج سرک تو شما در چقری افتیدین یا دکتر شاقی خانه چقری بود چرا جا سلفا خانه می بود از خاطر اینکه جا سلفا میکردیم دکتر شاقی خانه افتیده باشین خب بیادر گل دمی چقری که می افتادم مفهمیدم کولا ویل که مود از کنج سرک دیده ما دست که کونه بود رنگش رفته بود فرسوده شده بود افتاده زده بودش هیچ فهمیده نمیشد که چی مطلب داشت اون مطلب از وی بود که یعنی دهی سرک نرن که چقر چقوری است خرابی داره خطر داره این از طالب بعد ما کرفتیم این یال روز ما خب بسیار ببخشی بسیار ببخشی خودت وقتی که لیسانس گرفتی هیچ چیزا رو خوانده بودی یا نه اشاره ترافیکی من خوانده بودم ولی ای اولین لوا بود که کش مقابل شدی اولین لوا بود که من عمر نیت ندیده بودم رنگ سفید در زیرش هم یک نقطه یک سیاه خب دل نادل شدیم گفتیم بیا توکل به خدا میریم دیگه من همین سعیز دیگه خبر نه کنید تو آلو رو سرمامه بیادر آفرینید که دیدی حالت آمدی در استودیو نه گناه خودت است نه گناه ترافیک است نه گناه لوا است نه گناه مست نه گناه بودجه است هیچ معلوم نیست گناه کی است لبا گرفت یا نه جون ملاوار چی کنه جور کنه نه جور کنه دوستای عزیز تجدیو وری گوت آلتریتان آلی بود گود نایت